سرخط خبرها، سخنان حساس و مهم رهبری در مورد رسوایی بزرگ آمریکایی ها، تلاش وزیر جنگ رژیم اسرائیل برای بهره برداری از تحولات اخیر علیه ایران و استقرار بی سابقه نیروهای نظامی هند در مرز چین. به نام خدا، سلام به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی حساس اعلام کرد که حادثه تروریستی شاه چراغ موجب رسوایی آمریکایی های منافق و سیاه دل شد. به گزارش ایرنا، رهبر انقلاب اسلامی صبح روز سه‌شنبه در دیدار با خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام، این حادثه تلخ را موجب داغدار شدن دلها اما ماندنی در تاریخ ایران خواندند و با تاکید بر رسوا شدن دست‌های پشت پرده این خباثت، یعنی آمریکایی‌های کینه‌توز و به وجود آورنده داعش، خاطر نشان کردند دستگاه‌های فرهنگی و هنری باید این حادثه با عظمت را همچون قضیه عاشورا و سایر مسائل تاریخی مورد توجه قرار دهند و به آیندگان منتقل کنند. آیت الله خامنه ای ترور زائران را متفاوت از سایر حوادث تروریستی و موجب رسوایی مضاعف دشمن دانستند و گفتند علاوه بر عاملان جانی و خیانتکار، پشتیبانان اصلی و به وجود آورندگان داعش نیز در این جنایت شریک هستند. آنها انقدر دروغگو، سیاه دل، رسوا و منافق هستند که در حرف پرچم حقوق بشر را بالا می برند، اما در عمل گروه های خطرناک تروریستی را به وجود می آورند. ایشان دستگاه های فرهنگی و رسانه‌ای را به تولیدات هنری در خصوص این حادثه و سایر قضایای تاریخی توصیف کردند. افزودند ما در مورد مسائل مربوط به حوادث و تاریخ انقلاب اسلامی و جنایت‌های دشمنان از نظر کار رسانه‌ای و تبلیغی کوتاهی داریم، به گونه‌ای که نسل جوان ما اطلاعات زیادی از حوادث گذشته از جمله جنایات منافقین ندارد. رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند تبیین این واقعیت‌ها جز وظایف فعالان بخش‌های هنری، تبلیغی و نگارشی و همه دستگاه‌های فرهنگی است. بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای غرب در مورد تحولات ایران و مداخله در مورد جنگ اوکراین خواستار بهره برداری از این مسائل برای ضربه زدن به تهران شد. به گزارش تسنیم، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جریان سخنرانی شب گذشته خود به تشریح مهمترین موضوعات پیش روی رژیم صهیونیستی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از ضرورت تلاش برای اعمال فشار مضاعف بر ایران به منظور امضای یک توافق جدید و مطلوب‌تر با همکاری متحدان غربی این رژیم پرده برداشت. گانتس در ابتدای سخنان خود با اشاره به انتخابات اخیر پارلمانی برگزار شده در سرزمین اشغالی و پیروزی نتانیاهو اظهار داشت: واضح است که من از سیاست‌های اتخاذ شده توسط کابینه جدیدی که در حال تشکیل است حمایت نخواهم کرد. گانتس که در نشست خبرنگاران و سران بیش از 100 رسانه صهیونیستی در بیت المقدس سخن می گفت، در ادامه با گریز به موضوع ایران با تکرار ادعاهای غرب در مورد تحولات داخلی ایران و مداخله در جنگ اوکراین خواستار بهره برداری از این مسائل برای ضربه زدن به تهران شد. این ادعاها در حالی مطرح می شود که ایران بارها از اوکراین خواسته مدارک مربوط به استفاده از تسلیحات فروخته شده به روسیه علیه خود را ارائه دهد که تاکنون هیچ گونه مدرکی ارائه نشده است. او مدعی شد اوضاع به دلیل مشکلات داخلی و اقتصادی در ایران بسیار حساس است و واکنش‌های بین‌المللی در خصوص کمک تسلیحاتی ایران به روسیه نشان می‌دهد که باید ما همکاری نظامی، اطلاعاتی و سیاسی علیه ایران را توسعه دهیم. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه افزود: وقت آن فرا رسیده است تا به منظور امضای یک توافق جدید و بهبود یافته با ایران فشاری جدی را بر این کشور وارد نماییم و اگر این تلاش
به شکست انجامید، زمان آن فرا خواهد رسید تا قبل از آن که دیر شود، ترکیبی از نمایش قدرت و واکنش قدرتمند را در قبال آنچه وی تجاوز طلبی ایران خان اتخاذ نماییم. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین در اظهاراتی عجیب اسرائیل را تنها دموکراسی حقیقی در خاورمیانه خوان و با تنه به اظهار نظرات و ابراز نگرانی‌های اخیر مقامات آمریکایی نسبت به ترکیب کابینه جدید رژیم صهیونیستی از همه شرکا و دوستان اسرائیل خواست تا در امور داخلی این رژیم دخالت نکنند. وزیر امور خارجه هند با اشاره به استقرار بی‌سابقه نیروهای نظامی در خط کنترل واقعی گفت به چین اجازه نخواهیم داد وضعیت موجود در مرز را به طور یک جانبه تغییر دهد. به گزارش ایندیا تودی، در میان تنش‌های مرزی با چین، وزیر امور خارجه هند سوبرانیام جایشنکار در مورد استقرار ارتش هند مستقر در خط کنترل واقعی صحبت کرد. وی گفت ما به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهیم مرزهای هند را یک جانبه تغییر دهد. این بیانیه زمانی منتشر می شود که دو کشور پس از درگیری های 9 دسامبر در تابانگ درگیر کشمکش هستند. جایشنکار گفت امروز استقرار ارتش هند در مرز چین به گونه ایست که ما هرگز نداشتیم. این برای مقابله با تجاوز چین انجام می شود. ارتش هند امروز برای مقابله با هر گونه تلاش برای تغییر یک جانبه مرزها توسط چین مستقر شده است و این وظیفه دولت هند است. جایشنکار در پاسخ به این سوال که چرا تجارت با چین در میان مناقشات مرزی به رشد خود ادامه می دهد گفت پس از دهه 1990 زمانی که ما اقتصاد خود را به گونه ای باز کردیم که برای تقویت تولیدات داخلی خود استفاده نکردیم، در رقابت با اقتصادهایی که واردات بیشتر، مقیاس بزرگتر و حمایت سیستماتیک دارند، ما زنجیره تامین خود را ایجاد نکردیم. واردات از چین انجام می شود زیرا برای 30 سال گذشته از صنایع مورد نیاز حمایت نشده است. وی گفت شما نمی توانید در عرض 5 تا 10 سال کاری را که در 30 سال انجام داده اید برگردانید. کشوری مانند هند نمی تواند برنامه خودکفایی در تولید داخلی را با سرعت پشت سر بگذارد. و کره شمالی سه‌شنبه اعلام کرد که تحریم‌ها نمی‌تواند برنامه موشکی پیونگ‌یانگ را متوقف کند. به نقل از رویترز، خواهر کیم جون اون، رهبر کره شمالی، در اظهاراتی که خبرگزاری رسمی این کشور منتشر کرد، گفت برنامه و آزمایش‌های موشکی کره شمالی مستقیماً با امنیت این کشور در ارتباط است. خبرگزاری کره شمالی اعلام کرد اداره ملی توسعه هوافضای پیونگ‌یانگ آزمایش مهمی در ارتباط با پرتاب ماهواره جاسوسی در ایستگاه پرتاب ماهواره سوهائه در شمال غربی این کشور انجام داده است. بر اساس این گزارش، آزمایش پیونگ‌یانگ برای ارزیابی توانایی در تصویربرداری ماهواره‌ای، انتقال داده و سیستم‌های کنترل بود. این گزارش افزود یک موشک حامل ماهواره شامل تعداد دوربین، فرستنده و گیرنده تصاویر و یک دستگاه کنترل و یک باتری ذخیره‌ساز در زاویه بالای 500 کیلومتر شلیک شد. خبرگزاری کره شمالی این آزمایش را دروازه ورود به فاز نهایی پرتاب یک ماهواره شناسایی خوانده که تا ماه آوریل 2023 تکمیل می شود. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.